خب گفتگو میکنیم با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر از واشنگتن. خانم کار، روز حکومتی عفاف و حجاب در ایران و در مقابل فراگیر شدن هشتگ حجاب بی حجاب در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، در تمامی این سالها حجاب برای حاکمیت مسئله بوده، اما به نظرتون چرا در چند وقت اخیر فشارها افزایش پیدا کرده بر زنان و دختران در ایران؟ به نظر میرسه ارتباط پیدا میکنه با وضعیت حکومت گرفتاری های بسیار زیادی پیدا کرده، نارضایتی ها خیلی وسیع شده و هرچند که با سرکوب سعی کرده که همه نارضایتی ها رو خاموش کنه و به هر حال دستگیری ها رو هم بالا ببره، مخصوصا در همین چند روز اخیر که بحث حجاب رو هم پر رونق تر کرده، احتیاج داره همیشه به اینکه یک موضوعی رو خبرساز بکنه، به نحوی که به قول شما روزنامه نگارا تیتر اول بشه، خبر اول بشه و باز به قول شماها اخبار دیگر رو بخوره. اون اخباری رو که این خبر داره الان میخوره اخباری است که بسیار نگران کننده است برای حکومت. فرض بفرمایید این وضعیت گرانی، وضعیت بیکاری، فقر، مسکنت، محدودیت آزادی بیان، بازداشت هایی که داره رو به تزاید میره، همه اینها به هر حال یه پاسخگویی لازم داره از طرف حکومت. وقتی که حکومت این سوژه رو که سوژه از ابتدای تأسیس هست انتخاب میکنه و یه روزی رو اختصاص میده به عفاف و حجاب، خب همه رسانه ها میرن دنبالش و خود مردم هم خیلی گرفتارش میشن و ممکنه که اون یکی بحران ها کمتر به نظر برسه، ولی این احمقانه ترین شیوهیه که یک حکومت انتخاب بکنه برای اینکه گرفتاری ها و بحران هاشو زیر پوشش قرار بده. بله. چون اولا که خود حجاب یه بحرانه در اون جامعه و با این کارش این بحران رو داره تشدید میکنه، ثانیاً اینکه زنان ایرانی از تا وقتی که آقای خمینی نیومده بود با حجاب و بی حجاب کنار هم دیگه بودن و ما همه از خانواده های هستیم که بخشیمون بی حجاب بودیم، بخشیمون با حجاب بودیم و هیچ گونه مشکل و منازعه ای بین این دو نوع زن وجود نداشت. آقای خمینی این جامعه رو گرفتار اول از همه دو دستگی زنان کرده، زنانی که اصلا سیاسی هم لازم نیست باشن، فقط به علت اینکه میگویند باید حجاب داشته باشین اینا رو روبروی هم قرار داد. خانم کار، چون فرصتمون کوتاه هست به یک نکته دیگه هم بتونیم بپردازیم و اون همین که به برخی ادارات نهادها دستور داده شده که از دادن خدمات به زنان و دخترانی که از دید حاکمیت حجاب اسلامی ندارند خودداری بشه، چقدر وجاهت قانونی داره این کار؟ هیچ وجاهت قانونی نداره. ببینید حتی در زندان‌ها فروشگاه هست و اونایی که 10 تا آدم رو هم کشتن میتونن از این فروشگاه خرید بکنن. ما اصلا چنین قانونی در سطح جهان نداریم که بگین نمیتونین خدمات به فلان آدم برسونین چون مثلا حجابش، حالا حجابم داره ولی حجابش رنگش مثلا زرده یا رنگش سبزه. ما اصلا همچین قانونی نداریم، شاید در گذشته های خیلی دور تاریخ هم نداشتیم. این که بگن شما سرویس ندین، بانک ها سرویس ندن به زنان، اولا که حجاب چیه؟ تعریفش چیه؟ کی تعریف حجاب رو میدونه؟ کجای قانون حجاب تعریف شده؟ گفتم حجاب اسلامی رو مراعات بکنه و بسیار اختلاف وجود داره بین فقیهان در مورد همین و میگویند که این اندرزه، این توصیه است، این دستور نیست و به فرض که دستورم باشه مجازات دنیوی نداره. اگر بخوایم فقهی حرف بزنیم اصلا نمیتونن براش مجازات تعیین کنن. اگر گناهه، گناه مجازات اخروی داره، به فرض هم که همه اینا رو قبول داشته باشیم. پس بنابراین اینا اومدن اصلا زدن زیر تمام اصول دین، ولی این بار دارن اشتباهاتشون رو خیلی بیشتر مرتکب میشن. نه. چون ببینید وقتی که بیشتر مدیران اون کشور مرد هستن و وقتی به اینا میگن که اگر ما گزارش برسه که یک زنی در اونجا
حجابش درست نبوده، شما رو تعلیق میکنیم، شما رو اخراج میکنیم، ببینین چه تفرقه ای در اون جامعه دارن به وجود میارن، بیش از اونچه که قبلا به وجود آوردن. در حال نه حجاب رو قانون تعریف کرده، نه رنگ حجاب رو قانون تعریف کرده. اون بخشنامه هایی که اینا روزی هزار تا بخشنامه و شیوه نامه و این چیزا می نویسن درون خودشون، ارزش قانونی نداره. سپاس قانون حجاب رو تعریف نکرده، سپرده به اسلام. اسلام حجاب رو اونجور که آقایونی میگن، مثلا فرض کنین آقای اشکوری رو بردن پای اعدام فقط برای اینکه به درستی گفت. حجاب نصیحت میتونه باشه، اندرز میتونه باشه، ولی جرم نمیتونه باشه. یا ممنونم از شما خانم کار، متاسفانه وقت بیشتر همش غیر قانونیه، همه اون چه داره اتفاق میفته غیر قانونی. خیلی متشکرم مهرانگیز کار، فعال حقوق بشر و حقوقدان، از اینکه با ما همراه بودید.